با نام و یاد خدا و با سلام، بخش اول درس آموزش تست های غیر مخرب پیشرفته اختصاص داره به موضوع آشنایی با اصول ارزیابی با استفاده از مفاهیم مکانیک شکست. در ابتدا یک تاریخچه در این خصوص خدمت شما عرض خواهد شد. با گسترش استفاده از فلزات در قرن 19 هم، تعداد حوادث نیز افزایش پیدا کرد. از جمله این حوادث میتونیم به موارد زیر اشاره بکنیم. شروع ساخت چرخ‌ها از آهن در اون سالها بود. در اثر شکست چرخ‌ها در محدوده سال 1860 تا 1870 حدود 200 نفر در سال آسیب می‌دیدند. پل‌ها و بخشی از اونها از جمله زنجیرهای نگهدارندشون از آهن ساخته می‌شدند که در یک پل معلق با آسیب به زنجیر اون حدود 700 نفر آسیب دیدن. مورد بعدی سقف ایستگاه قطاری در منچستر بود که به علت مشکل در پایه آهنی اون فرو ریخت. پایه آهنی از فرایند ریختگری ساخته شده بود و عیوب زیادی رو در پی داشت. و در نهایت شکست مخزنی در شهر بوستون بود که قدرت حادثه به حدی بود که ایجاد سیل کرد. یکی از علل این حوادث طراحی نامناسب بود، ولی علت اصلی وجود عیوبی از جمله در فلزاته که پس از رشد منجر به شکست میشن. با معرفی روش‌های جدید تولیدی از میزان این شکست‌ها کاسته شد. مثلا یکی از موارد معرفی شده محصولات کاملاً جوشکاری شده بود. اما این مسئله منشأ عیوب دیگه‌ای شد. در جنگ جهانی دوم آسیب‌های زیادی در اثر این مورد به کشتی‌ها وارد شد. مثلا حدود 145 کشتی از وسط به دو نیم شدن و غرق شدند و 700 تای دیگه آسیب شدیدی دیدند. نمونه کشتی آسیب دیده رو در شکل می‌تونید ملاحظه بفرمایید. نکته جالب اینجاست که این شکست ها زمانی اتفاق می افتاد که تنش کمی به کشتی وارد می شد و گاهن کشتی در بندرگاه بود. یک سری حوادث دیگه هم در پل ها و سازه های به دست آمده از جوشکاری به وجود اومد. در بررسی های بعدی مشخص شد که علت این حوادث وجود عیوب و تمرکز تنش ناشی از فرایند جوشکاری بود. بعد از جنگ جهانی دوم با ابداعات و اختراعاتی که در طول جنگ ها عمدتاً اتفاق میفته استفاده از مواد با استحکام بالا رایج شد. در ادوار گذشته برای اطمینان از طول عمر قطار معمولاً ضریب اطمینان رو خیلی بالا در نظر می گرفتن. بعد از جنگ جهانی دوم یک سری روش‌های آنالیز تنش توسعه پیدا کرد. این روش‌ها این امکانو می‌داد که تنش‌های محلی رو بتونیم تعیین بکنیم. طراح‌ها با تکیه بر همین اصل ضریب اطمینان رو پایین‌تر در نظر می‌گرفتند. انتخاب ضریب اطمینان پایین باعث کاهش وزن کلی سازه می‌شد. با اینکه سبک‌سازی سازه‌ها یک مزیت محسوب میشه، ولی چون ضریب اطمینان پایین بود، امکان ایجاد ترک و رشد اون و در نهایت شکست وجود داشت. مسئله ای هم که در اینجا وجود داشت این بود که مواد پر استحکام مرسوم تو اون زمان مقاومت کلی در مقابل رشد ترک رو نداشتن و حتی اگر یک ترک کوچیک تو اونها به وجود می اومد در تنش خیلی کمتر از تنش طراحی دچار شکست می شدن. همین مورد باعث توسعه علم مکانیک شکست شد. در این بخش یک مقایسه‌ای داریم بین طراحی مهندسی بر اساس اصول سنتی و طراحی بر اساس اصول مکانیک شکست. معمولاً طراحی سنتی بر اساس یک سری پارامترها صورت می‌گیره که این پارامترها شامل موارد زیره: استحکام کششی، استحکام تسلیم و تنش خمشی قطعه. اما اگر قطعه ما شامل ترک باشه که خیلی از قطعات معمول هم این اتفاق درشون میفته، دیگه این اصولها به تنهایی برای طراحی کفایت نمیکنه. بنابراین مکانیک شکست یک ابزاریه که کار طراحی رو در مواد استحکام بالای حساس به ترک انجام میده. خیلی کاربردهای زیادی هم در علوم مهندسی داره که به تدریج مورد بررسی قرار میدیم. مکانیک شکست به یک سری سوالات و دغدغه‌های طراح‌ها پاسخ میده. اگر ما تو قطعه‌مون یک ترک داشته باشیم، استحکام قطعه چه رابطه‌ای با اندازه ترک داره؟ اندازه بحرانی ترک چقدر میتونه باشه؟ یعنی اگر یک بار ثابتی به قطعه وارد بشه، تا چه اندازه قطعه دچار شکست نمیشه؟
نرخ رشد ترک چقدر هستش تا قبل از رسیدن به مقدار بحرانی خودش؟ اگر یک قطعه ای داریم که ترک داره، اندازه ای ترک چقدر باید باشه که بعداً مشکلی به وجود نیاره؟ و در نهایت در چه دوره زمانی ما باید اندازه ترک را در قطعه مورد بررسی قرار بدیم؟ تمامی این موارد رو در علم مکانیک شکست بهش پاسخ داده میشه. در این اسلاید میپردازیم به بحث انواع ترک. ترک ها به چند دسته عمده تقسیم میشن. ترک های باز شونده یا اوپنینگ، همطور که در شکل ملاحظه میکنید دو سطح ترک از هم جدا شدن. ترک های لغزنده یا این پلین شیر، در اینجا سطوح ترک روی همدیگه قرار دارن، ولی جهت لغزش اونها باعث نمیشه که ساختار قطعه به هم بخوره. و در نهایت ترک های پاره شونده یا out of plane shear، همطور که تو شکل ملاحظه میفرمایید، ساختار قطعه در اثر لغزش صفحات روی هم در این نوع ترک به هم میخوره و قطعه حالت پارگی به خودش میگیره. ترک ها با گذشت زمان و وجود بار رشد میکنن. رشد اونها میتونه بر اساس بار سیکلی یا یک نواخت باشه که طبق یک منحنی صورت میگیره که این منحنی رو تو این شکل ملاحظه میکنیم. به صورت کلی علت رشد ترک میتونه یکی از این عوامل زیر باشه. بار سیکلی یا تکرار شونده، مثل حالتی که تو پدیده خستگی اتفاق میفته. ترکیب یک سری از بارها، مثلا قطعه از جهات مختلف تحت بار باشه. و در نهایت آسیب‌های محیطی، قطعه در اثر فرایند استفاده و محیط کاری آسیب میبینه که این میتونه باعث رشد ترک بشه. برای بررسی ترک نیاز داریم که پارامترهای اون رو بشناسیم. فاکتور شدت تنش که با کا آی نمایش داده میشه، این پارامتر وابسته به هندسه ترک و میدان تنشیه که از طرف محیط به قطعه اعمال میشه. فاکتور شدت تنش بحرانی که با کا آی سی نمایش داده میشه، هر موقع مقدار کا آی در حدی افزایش پیدا کنه که باعث شکست قطعه بشه، به اون فاکتور شدت تنش بحرانی میگن. تنش بحرانی همونطور که در معادله قابل ملاحظه است، با استفاده از این رابطه به دست میاد. بر اساس تنش بحرانی رشد ترک رو ما تعیین میکنیم. حالا بر چه اساسی مشخص کنیم که ترک رشد میکنه یا نه؟ اگر مجموع تنش اعمالی به قطعه و تنش پسمان، یعنی تنشی که از فرایندهای قبلی در قطعه باقی مونده، مثلا فرایند جوشکاری، کمتر از تنش بحرانی باشه، ترک رشد نمیکنه. ولی اگر این مقدار بیشتر باشه، ترک رشد میکنه. رابطه مکانیک شکست و ارزیابی غیر مخرب یا همون NDT. تنشی که یک قطعه تحمل میکنه به اندازه ترک، رشد ترک و تنش پسمان در قطعه وابسته است. بنابراین باید به طریقی اندازه ترک مشخص بشه. این کار از طریق روش‌های ارزیابی غیر مخرب یا NDT انجام میشه. تعیین اندازه ترک به چند علت برای ما سودمنده. از این طریق میتونیم تنش بحرانی رو تعیین بکنیم. قطعه رو برای حداکثر میزان تنش مجاز طراحی کنیم و دیگه نیاز نیست ضریب اطمینان خیلی بالا در نظر بگیریم و قطعه رو سنگین بکنیم. بنابراین در میزان ماده مصرفی صرفه‌جویی میشه. در فرایند طراحی ما به حداقل اندازه عیب قابل شناسایی نیاز داریم. این مورد کاملا به نوع و دقت روش NDT وابسته است. بنابراین میشه گفت هر چه دقت روش NDT بالاتر باشه، فرایند طراحی بهتر میشه. عیب مجاز. در زمان طراحی باید مشخص بکنیم که در شروع کار یک قطعه چه اندازه عیبی میتونه داشته باشه و مجاز باشه. اندازه بزرگترین عیب تخت صفحه‌ای مجاز از این رابطه قابل تعیینه که قبلا پارامتراش در اسلایدهای قبلی مورد بررسی قرار گرفت. این عیب فقط در زمانی مجازه که هنوز قطعه تحت بارگذاری قرار نگرفته. قطعه وقتی تحت بارگذاری قرار میگیره، ترک رشد میکنه و به مرور زمان بحرانی میشه. بنابراین نمیشه با همون معیار اولیه از اندازه ترک عمر قطعه رو بررسی کرد. فرایند طراحی در مکانیک شکست به صورت محافظه‌کارانه انجام میشه و این امر در جهت بالا بردن اطمینانه. بنابراین سه فرض در مکانیک شکست در نظر گرفته میشه. در تمامی قطعات و در تمامی شرایط ترک یا
عیب وجود داره. هر روش NDT یک حداقل میزان اندازه‌گیری داره و گاهی عیوب از این مقدار کوچکتر هستند. نباید عدم شناسایی عیوب با یک روش رو به منزله عدم وجود عیوب در قطعه در نظر بگیریم. با گذشت زمان و در سیستم تحت بارگذاری ترک رشد میکنه و منجر به شکست میشه. در نوک ترک تمرکز تنش حداکثره. بنابراین ترک از نوک شروع به رشد میکنه و بر این اساس تا حدی میتونیم جهت رشد ترک رو شناسایی بکنیم. همونطور که در شکل نمایش داده شده، در نوک ترک تغییر شکل پلاستیک رخ میده که منجر به رشد ترک میشه. رشد ترک تا زمانی ادامه داره که به یک مانع بخوره. مثلا این مانعی که در اینجا در این شکل نمایش داده شده که گفته شده ترک اگر به این ناحیه برسه رشدش متوقف میشه. برای جلوگیری از شکست قطعه ترکیبی از دانش‌ها رو باید در اختیار داشته باشیم. اول اینکه با استفاده از روش ارزیابی غیر مخرب از ورود قطعات معیوب، یعنی قطعات دارای عیوب بحرانی به خط تولید جلوگیری بکنیم. دوم محیط بارگذاری رو باید شناسایی بکنیم و پارامترها و انواع شرایط رو در طراحی لحاظ بکنیم. و در نهایت سوم خواص ماده مورد نظر رو از لحاظ مکانیکی شکست بشناسیم که همه این موارد در فرایند طراحی ما مؤثر هستند و میتونن از شکست قطعه جلوگیری بکنن. روش های NDT قابلیت شناسایی مشخص و محدودی دارند. هرچه اندازه عیب بزرگتر باشه احتمال شناسایی عیب افزایش پیدا میکنه. از طرفی هرچه اندازه عیب بزرگ باشه احتمال شکست قطعه هم افزایش پیدا میکنه. بنابراین در NDT هدف ما شناسایی عیب قبل از اینه که باعث شکست قطعه بشه. همونطور که در شکل ملاحظه میفرمایید در اندازه کوچک عیب قدرت شناسایی کم هستش در این ناحیه، ولی وقتی که اندازه عیب از محدوده شناسایی روش NDT بیشتر میشه، یعنی عیب توسط روش NDT قابل شناسایی هستش، همطور که در شکل ملاحظه میکنید با سرعت زیادی شروع به رشد میکنه و این سرعت زیاد ممکنه در حدی باشه که ما زمان لازم برای شناسایی رو نداشته باشیم و خیلی سریع منجر به شکست بشه. زمان مجاز شناسایی عیب در فرایندهای NDT اهمیت زیادی دارند، چون این زمان مشخص میکنه که در چه بازه زمانی قطعه باید بازرسی بشه. زمان شناسایی در بازه‌ای که ترک از کوچکترین مقدار قابل شناسایی تا اندازه بحرانی رشد میکنه قرار داره. یعنی در این بازه زمانی ما فرصت داریم که ترکمون رو شناسایی بکنیم. قبل از اون خب محدوده شناسایی عیب ما از محدوده شناسایی روش NDT ما کمتره. بعد از اون هم ترک بحرانی شده و دیگه زمانی برای شناسایی نیست و منجر به شکست میشه. بنابراین در این محدوده ما فرصت داریم که کار شناسایی رو انجام بدیم و قطعه را از شکست حفظش بکنیم. بنابراین هرچه عیب در اندازه کوچکتری شناسایی بشه و یا سرعت رشد عیب کمتر باشه زمان شناسایی ما بیشتر میشه. این موضوع رو در این نمودار هم قابل ملاحظه است. به عنوان مثال هرچقدر شیب این نمودار بیشتر باشه آی امین و آی ماکس به هم دیگه نزدیکتر خواهد شد و قطعا ایجاد مشکل برای ما میکنه. بنابراین ما با دانستن این موارد تا حدی میتونیم برای روش NDTمون برنامه ریزی بکنیم. در مطالعات مکانیک شکست یک منحنی تحت عنوان استحکام باقی مانده استفاده میشه. در این منحنی رابطه استحکام و اندازه ترک بررسی میشه. همونطور که در شکل قابل ملاحظه است وقتی که استحکام به مقدار استحکام طراحی و یا کمتر از اون برسه اندازه ترک بحرانی میشه. یعنی اگر این ناحیه‌ای که در اینجا نشون میدم از این مقدار بیشتر بشه اون اندازه ترک ما حالت بحرانی هستش. حالا این امر به اون سیستم رشد ترک و همچنین به اون تنش طراحی ما وابسته است که به چه صورت در نظر گرفته شده باشه و بر این اساس اندازه بحرانی ترک تعیین میشه.
در یک دستبندی کلی، مواد به دو دسته ترد و چکشخار تقسیم میشه. نوع پدیده شکست که در این مواد اتفاق میفته متفاوته. از لحاظ ارزیابی غیر مخرب، نوع رفتار و فرایندی که برای بازرسی هر کدوم از این موارد داریم تفاوت زیادی با هم داره. در شکست ترد تغییر شکل پلاستیک بسیار کمه. بنابراین فرضی برای NDT وقتی که ترک شروع به رشد کرد نباید در نظر بگیریم، چرا که فرایند NDT نمیتونه در این حالت اندازه ترک ما رو شناسایی بکنه و وقتی در این حالت نداره. فرایند NDT معمولا در مرحله تولید اعمال میشه و در حین کاربرد قطعه نمیتونه کمکی به ما بکنه. اما در مواد چکشخوار با توجه به اینکه تغییر شکل پلاستیک وجود داره و رشد ترک در زمان نسبتا طولانی انجام میشه، با انجام NDT به صورت دوره‌ای ما میتونیم از شکست قطعه جلوگیری بکنیم. بنابراین کاربرد اصلی NDT در اینجا مشخص میشه. با توجه به این امر، شکست ترد و شناخت اون از اهمیت زیادی برخورداره. یک سری عوامل هستند که شکست ترد در فولاد رو تشدید میکنن که شناخت اون میتونه به ما کمک بکنه که از فرایند شکست جلوگیری بکنیم و یا از روش NDT مناسب و در زمان مناسبی استفاده بکنیم. اگر دما از یک میزانی پایین تر باشه، احتمال شکست تور در قطعه افزایش پیدا میکنه. در صورتی که در گوشه های تیز قطعات تنش چند محوری اتفاق بیفته، باز ما شکست توردمون تشدید میشه. همچنین در صورتی که در قطعه ما قبل از اعمال بار یک سری عیوب اولیه وجود داشته باشه، ما این احتمال رو میدیم که شکست تور در قطعه به وجود بیاد. شکست ترد و چکشخار هر کدوم یک سری ویژگی هایی دارن که بر اون اساس میشه اینها رو از هم تشخیص داد. مواد تردی که دچار شکست میشن سطح صاف، شیشه‌ای و براق دارن. همطور که توی این شکل ملاحظه میکنید، یک سطح شکست ترد نمایش داده شده. جهت شکست عمود بر جهت باردهی هستش، یعنی این سطحی که به دست میاریم ما اینجا عمود هستش بر جهت کششی که در اینجا صورت گرفته. یک سری علامت های وی شکل در سطح شکست به وجود میاد. این مورد هم در این شکل نمایش داده شده، هم در این شکل که از یک سطح مقطع واقعی شکست هستش، این علامات وی شکل در اینجا وجود داره. این علامات وی شکل جهتشون به سمت نقطه شروع ترکه. تو این حالت ملاحظه میکنید که نقطه شروع ترک در اینجا هستش و علامات هم از این سمت و هم از این سمت به سمت نقطه شروع ترک هستش. در خصوص مواد چکشخوار هم جهت شکست عمود بر جهت باردهی ما هستش. گاهی سطح شکست تو این حالت تخت و گاهی به صورت مقعر و محدب هستش. همونطور که تو این تصویر ملاحظه میکنید، به حالت مقعر و محدب تو این حالت از یک نمونه واقعی نمایش داده شده. یک سری عوامل مهم داریم که در ایجاد شکست نقش اصلی رو دارن. اگر در دمای اتاق به یک قطعه تنش زیادی وارد بشه، در صورتی که در قطعه عیبی وجود داشته باشه و تنش اعمالی از حد تأمل قطعه بالاتر بره، قطعه دچار شکست میشه. حالت دوم در دمای زیر صفر اتاق اتفاق میفته که به یک قطعه ضربه وارد بشه. و ادوار گذشته بسیاری از کشتی ها در دمای زیر صفر در اثر همین پدیده دچار آسیب می شدن. حالت سوم مربوط به پدیده خزشه که در دمای نسبتاً بالا اتفاق می افته. و در نهایت مهمترین عامل شکست پدیده خستگی هستش که در اثر بار متناوب به قطعه ایجاد می شه. عیب خستگی یک عیب اولیه در قطعه کار ایجاد میشه. این عیب به مرور زمان رشد میکنه تا به یک حد بحرانی برسه. در مرحله بعد با سرعت بسیار بالایی رشد عیب به میزان حداکثر خودش میرسه و قطعه دچار شکست میشه. در ناحیه‌ای که
رشد آهسته است، سطح شکست صاف هستش. همطور که توی این شکل ملاحظه میکنید، این ناحیه ناحیه‌ای که رشد ای بسیار آهسته صورت گرفته، همطور که در این شکل ملاحظه میکنید، اون مسیر رشد هم به صورت یک سری منحنی هایی تو این حالت نمایش داده شده. ولی در ناحیه‌ای که رشد به صورت سریع انجام میشه، رشد ای، سطح خشن هستش. تو این شکل ملاحظه میکنید که ما با یک سطح کاملا خشن روبرو هستیم و در این شکل حالا به صورت نمادین نمایش داده شده. یک نموداری تحت عنوان نمودار تنش سیکل بارگذاری استفاده میشه که بر اون اساس عمر قطعه رو ما تعیین میکنیم. همونطور که در شکل قابل ملاحظه است، با کاهش میزان تنش اعمالی عمر خستگی قطعه افزایش پیدا میکنه. اما مسئله‌ای که در اینجا وجود داره اینه که نمیشه با اطمینان به این نمودار به صورت کامل اعتماد کرد و باید یک عدم قطعیتی برای این سیستم در نظر بگیریم. بنابراین با در نظر گرفتن ضریب اطمینان از احتمال شکست ناخواسته در قطعه کاسته میشه. ضریب اطمینان ما هم به این صورت تعیین میشه که در نظر میگیریم اگر یک قطعه ایدئال برای تعداد سیکل N2 عمر کنه، همونطور که تو اینجا ملاحظه میکنیم N2 در این ناحیه است، این قطعه در تعداد سیکل N2 سطح تنش زیگما 2 رو میتونه تحمل کنه، ولی با توجه به وجود عیوب اولیه و اینکه قطعه ما در هیچ حالتی ایدئال نیست، میزان تنش قابل تحمل کمتر میشه و به سیگما 2 پریم کاهش پیدا میکنه. از تقسیم این دو تنش بر هم دیگه، همونطور که تو اون رابطه نمایش داده شده، ضریب اطمینان به دست میاد. اون ناحیه خاکستری که در شکل نمایش داده شده، همونطور که هم در این شکل بالا ملاحظه میکنید هم در این شکل پایین، محدوده تغییرات ناشی از عیب‌های غیر بحرانی در قطعه است. این ناحیه رو ما میتونیم توسط روش‌های NDT مشخص بکنیم. نکته که در اینجا قابل توجه هست اینه که ضریب اطمینانی که تو این حالت به دست میاریم به شرایط وابسته است و هر گونه تغییر در شرایط ضریب اطمینان رو هم تغییر میده. از روش‌های NDT برای تعیین ناحیه عدم قطعیت در نمودار خستگی استفاده میشه. هرچه روش NDT که ما استفاده می‌کنیم دقیق‌تر باشه، ناحیه با دقت بیشتری تعیین میشه و میتونیم اون ناحیه رو کاهش بدیم. ناحیه عدم قطعیت تا حد زیادی به خواص ماده وابسته است. از جمله از این خواص میتونیم به وجود ناخالصی در ماده، ضرباتی که در حین فرایند آهنگری به قطعه وارد میشه، عملیات حرارتی نامناسب و ترکیب شیمیایی نامناسب اشاره کرد. فرایند کلی برای تعیین عمر قطعه معمولا بر اساس پیشبینی‌های اولیه است. استفاده از روش‌های NDT دقت پیشبینی رو افزایش میده. همچنین در صورتی که بازرسی دوره‌ای انجام بدیم، میتونیم تخمین عمر قطعه رو اصلاح بکنیم. برای بررسی تأثیر NDT، نمودار تغییرات استحکام و تغییرات بارگذاری در کنار همدیگه رسم شده. همواره باید نمودارها به نحوی باشند که مقدار بارگذاری از مقدار استحکام بیشتر نباشه و همچنین تداخل زیادی هم با همدیگه نداشته باشه. از طرف فاصله دو نمودار نباید در حدی باشه که یک ماده پر استحکام برای میزان کمی بارگذاری استفاده بشه و محصول گرانی تولید بشه. هرچه پیشبینی استحکام ماده دقیق تر باشه، منحنی استحکام نازکتر میشه و در حقیقت پیشبینی استحکام با دقت بالاتری صورت میگیره. این بهبود فرایند توسط NDT امکان پذیر هستش. در صورتی که دو نمودار با هم تداخل داشته باشند، در نقطه برخورد دو نمودار بین بار و استحکام یک تعادل برقراره. همونطور که تو شکل ملاحظه می‌کنید، این نقطه با حرف B در اینجا مشخص شده. در سمت چپ نقطه B تغییرات بار حالت افزایشی داره و تغییرات استحکام حالت کاهشی داره. بنابراین هرچه از نقطه B به سمت چپ حرکت می‌کنیم، احتمال شکست افزایش پیدا میکنه. در سمت راست نمودار تغییرات بار اعمالی حالت کاهشی داره و تغییرات استحکام حالت افزایشی گرفته. بنابراین هرچه از نقطه B به سمت راست حرکت کنیم، احتمال شکست کاهش پیدا میکنه.
در حالت کلی شکست در دو حالت اتفاق میفته. حالت اول اینه که بارگذاری ما بیش از حد باشه ولی استحکاممون در حد معمول باشه که در این حالت قطع دچار شکست میشه و حالت بعد اینه که بارگذاری استانداردی داشته باشیم ولی استحکام کمتر از حد معمول باشه که باز هم در این حالت قطع دچار شکست میشه. با بکارگیری روش‌های NDT تغییرات نمودار استحکام کمتر میشه و اصطلاحاً نمودار نازک‌تر میشه. در این حالت با شناسایی عیوب تغییرات استحکام رو خیلی کمتر و یا بیشتر از مقدار واقعی اون در نظر نمیگیریم. در نتیجه تداخل نمودار بار و استحکام کاهش پیدا میکنه. ناحیه عدم قطعیت در نمودار که با رنگ خاکستری نمایش داده شده بود کم میشه و در نهایت ضریب اطمینان زیاد میشه. یک سری عوامل هستند که باعث شکست نهایی در قطعه میشن. این عوامل شامل موارد زیر میشه. عیب هایی که در قطعه وجود دارن، تعدادشون، نوعشون و همچنین شدتشون میتونه تأثیرگذار باشه. باری که به قطعه اعمال میشه، میزان تنش پسماند قطعه و همچنین مکانیزم شکست مواد که میتونه بر اساس شکست ترد و یا شکست چکش‌خوار باشه. در این راستا NDT میتونه دو کاربرد داشته باشه. اولا از طریق روش‌های NDT عیوب و مشخصات اونها شناسایی میشه. ثانیاً میزان تنش پسماند در قطعه تعیین میشه. احتمال شناسایی یا probability of detection. در فرایند طراحی شناسایی اندازه ترک بحرانی ضروریه. همطور که قبلا اشاره شد، ترک بحرانی به ترکی گفته میشه که باعث شکست قطعه در تنشی کمتر از تنش طراحی بشه. هر چقدر روش NDT که استفاده میکنیم قوی تر باشه، ترکهای ریزتری رو میتونیم شناسایی بکنیم. برخی از روش‌های NDT ممکنه ترک‌های بسیار بحرانی را هم شناسایی نکنند. بنابراین انتخاب روش NDT درست از اهمیت زیادی برخورداره. همطور که در شکل ملاحظه می‌کنید، نمودار مربوط به احتمال شناسایی هستش. این نمودار نشون میده که روش NDT مورد استفاده تا مقدار ترک بحرانی هم موفق به شناسایی ترک نشده. بنابراین برای تعیین دقیق عمر باید اطمینان حاصل کنیم که روش NDT مورد استفاده از اندازه مشخصی از عیب به بالا رو شناسایی میکنه و اساس کار طراحی رو بر اون اساس قرار بدیم. رشد ترک. برای تعیین عمر باقی مونده یک سازه باید نرخ رشد ترک رو مشخص بکنیم. سه حالت در رشد ترک اتفاق میفته. حالت اول، ترک رشد نکنه یا رشد اون در حدی باشه که توسط روش NDT مورد استفاده قابل شناسایی نباشه. حالت دوم، رشد آهسته. در این مورد باید با توجه به نرخ رشد ترک بازرسی‌های دوره‌ای انجام بشه و در نهایت رشد سریع که قطعه باید تعویض یا تعمیر بشه. به خصوص در حالت سوم که قطعه دچار شکست میشه، اهمیت بررسی رشد ترک بیشتر مشخص میشه. نرخ رشد ترک خستگی رو میتونیم بر اساس منحنی اندازه عیب بر اساس تعداد سیکل کاری به دست بیاریم. در این حالت شیب نمودار در هر اندازه ترکی نشون دهنده نرخ رشد ترک هستش. همونطور که توی تصویر هم ملاحظه میکنید، در این ناحیه شیب نمودار نمایش داده شده که برای اندازه ترک نشون دهنده نرخ رشد اون هستش. همچنین از طریق این رابطه که در اینجا نمایش داده شده، شما میتونید نرخ رشد ترک رو اندازه گیری بکنید. در صورتی که نرخ رشد ترک رو به صورت لوگاریتمی بررسی بکنیم، میتونیم رشد ترک رو به سه بخش تقسیم بکنیم که در این نمودار نمایش داده شده. در ناحیه یک رشد ترک خیلی کمه و میتونیم اون رو تقریبا بدون رشد در نظر بگیریم. در ناحیه دو رشد ترک با سرعت یک نواختی صورت میگیره و حالت پایدار داره. در مواد چکش‌خوار بیشتر عمر قطعه قبل از شکست در این ناحیه قرار داره. و در نهایت در ناحیه سه قطعه با سرعت بالایی دچار شکست میشه. عمدتاً فرایند بازرسی باید در ناحیه دو صورت بگیره.
در صورتی که مقدار طول اولیه ترک، طول بحرانی ترک و تعداد سیکل تا شکست رو در اختیار داشته باشیم، عمر خستگی قطعه رو با استفاده از این رابطه میتونیم ملاحظه بکنیم. البته این رابطه با یک سری ساده سازی های همراه است، منتها عمر تقریبی که به ما میده تقریبا قابل اطمینان هستش. نرخ شکست برای برنامه ریزی بازرسی های دوره‌ای در NDT باید نرخ شکست به صورت کامل مشخص بشه. نرخ شکست رو به صورت منحنی که در اینجا ملاحظه میکنید بیان میکنند که به خاطر شکلش اصطلاحاً به اون منحنی وان حمامی گفته میشه. این منحنی سه بخش داره که بر اساس زمان بیان میشه. در زمان اولیه یا فاز 1 و زمان انتهایی یا فاز 3 نرخ شکست بالاست و همچنین نرخ شکست متغیر هستش، ولی در زمان میانی نرخ شکست ثابت هستش. عمدتاً شکست هایی که در فاز 1 نمودار رخ میدن به علت عیوب ساخت و یا بار اعمالی زیاد هستن. همچنین شکست هایی که در فاز 3 نمودار رخ میدن به علت عیب خستگی هستش. قابلیت بازرسی در فرایند طراحی همواره باید این مورد در نظر گرفته بشه که نواحی بحرانی قطعه و نواحی که احتمال عیب در اون زیاد هستش قابلیت بازرسی آسونی داشته باشه. از اونجایی که بخش عمده‌ای از هزینه کلی قطعه به NDT اختصاص داره، قابلیت بازرسی نامناسب در قطعه میتونه باعث افزایش هزینه ها بشه. در فرایند بازرسی 4 احتمال وجود داره. یک قطعه معیوب رو معیوب بشناسیم، یک قطعه سالم رو سالم بشناسیم، یک قطعه معیوب رو سالم بشناسیم و در نهایت یک قطعه سالم رو معیوب بشناسیم. دو حالت اول حالت مناسبی هستن که ما دنبال اون هستیم و دو حالت دوم حالتی هستن که میخوایم از اونها دوری بکنیم. اگر قابلیت بازرسی قطعه مناسب باشه، احتمال رخ داد دو حالت اول بیشتر میشه. در این مکانیک شکست و رابطه اون با NDT رو مورد بررسی قرار داد. مشخص شد که استفاده از NDT نه تنها بعد از تولید قطعه بلکه در فرایند طراحی هم مسئله ضروری هستش و انتخاب نوع روش NDT و دقت اون میتونه در عمر قطعه نقش مهمی رو ایفا بکنه. امیدوارم از مطالب این بخش استفاده لازم رو ببرید. موفق باشید. با نام و یاد خدا و با سلام، در این بخش به مبحث کنترل کیفیت و قابلیت اطمینان می‌پردازیم. در ابتدا یک مقدمه راجع به کلیات بحث خدمتتون عرض میشه. در صنعت معمولاً قطعات با تعداد بالا تولید میشن که به صرفه نیست که عدم وجود عیب در تک تک قطعات رو ما بررسی بکنیم. روش های NDT هم معمولاً دارای دقت بالایی در تشخیص عیوب هستند، ولی سرعت بالایی ندارن. به همین علت باید روشی رو استفاده کنیم که با بررسی بخشی از قطعات از این اطمینان حاصل کنیم که قطعات ما عیبی وجود نداره. به روش هایی که برای این کار استفاده میشه اصطلاحاً روش های کنترل کیفیت گفته میشه. در روش های کنترل کیفیت ما چندین کار رو انجام میدیم. اولین کارمون نمونه گیریه، یعنی از بین تعداد زیادی قطعه نمونه ای انتخاب بشه که معرف کل مجموعه باشه. دوم ارزیابی نمونه های جمع آوری شده است که با استفاده از روش های NDT انجام میشه. در این خصوص مهمه که مشخص بکنیم چه اندازه ای از عیب باعث میشه که اون قطعه قابل ارائه به بازار نباشه یا قطعه ما معیوب تشخیص داده بشه. این مورد بر اساس استانداردهای بین المللی و یا استانداردهای داخلی هر شرکت تعیین میشه. و در نهایت سومین حالت، با بررسی های آماری اطلاعاتی رو به دست بیاریم که نتایج ما رو معنادار بکنه و کیفیت کلی محصول و مجموعه محصولات رو برای ما تضمین بکنه. وقتی که از کیفیت نام میبریم منظورمون چیه؟ اینکه آیا محصول ما میتونه اون وظیفه‌ای که بهش محول شده رو انجام بده؟ هر چند وقت یک بار محصول ما دچار خرابی یا آسیب میشه؟ این محصول ما عمرش چقدره؟ به چه سادگی میتونیم این محصولمون رو تغییر بدیم و اونو تبدیل بکنیم به محصولهای دیگه و یا برای کارهای دیگه استفاده بکنیم؟ از لحاظ زیبایی محصول ما به چه صورت هستش؟ از لحاظ کارایی محصول ما به چه صورت هستش؟
هستش و اینکه آیا محصول ما دقیقاً حالتی هستش که طراحی کردیم و همون چیزی به صورت درست تولید شده و اینکه محصول ما از چه شهرتی برخوردار هستش. به مجموعه این موارد بحث کنترل کیفیت میگن. هر شرکت یا مجموعه بنا به اون اهمیت کاری خودش چند تا از این موارد رو به عنوان معیار کیفیت در نظر گرفت. اهداف کنترل کیفیت. 4 هدف ما در کنترل کیفیت دنبال میکنیم. اول اینکه عیوبی که باعث شکست قطعه میشه در سریع ترین زمان شناسایی بکنیم. این عیوب میتونه ناشی از عملکرد سیستم باشه و یا در اثر فرایندهای قبلی ایجاد شده باشه. نتایج بررسی ها در حداقل زمان قابل دستیابی باشه. در صورتی که نتایج خیلی دیر به دست ما برسه ممکنه باعث شکست قطعه بشه و دیگه برای ما فایده ای نداشته باشه. سیستم و روش مورد استفاده برای کنترل کیفیت باید از لحاظ اقتصادی مناسب باشه و هزینه اضافی بر سیستم تحمیل نکنه. یک روش QC مناسب نباید فقط منجر به شناسایی عیب بشه، بلکه منشأ عیب رو هم باید شناسایی بکنه که بتونیم اونو رفع بکنیم. فرایند نمونه گیری. یکی از مهمترین بخش‌های کنترل کیفیت نمونه گیریه. اگر اندازه نمونه ما کوچک باشه، ممکنه نتیجه درستی در بر نداشته باشه. اگر اندازه نمونه بزرگ باشه، هزینه زیادی رو به ما تحمیل می‌کنه. بنابراین نمونه باید با روش مناسب در زمان و تعداد مناسب تهیه بشه. روش‌های متداول نمونه گیری شامل موارد زیر. اول نمونه گیری تصادفی که بیشترین کاربرد رو در کنترل کیفیت داره که شامل زیرمجموعه هایی از جمله نمونه گیری از توزیع نرمال، نمونه گیری از توزیع برنولی و نمونه گیری از توزیع پواسون هستش. مورد بعدی فرایند نمونه گیری انطباق پذیر هستش. فرایند نمونه گیری لایه لایه کردن و در نهایت فرایند نمونه گیری دوگانه، چندگانه و ترتیبی هستش. هر کدوم از این موارد در جایگاه خودش میتونه کاربرد مؤثری داشته باشه. اندازه نمونه، زمان و یا فرکانس نمونه گیری. یکی از پارامترهای مهم در نمونه گیری اینه که تعداد نمونه ما چقدر باشه و هر چند وقت یک بار نمونه کنیم. شما یک خط تولیدی دارید که هر روز مثلا 1000 تا قطعه تولید میکنه. آیا باید هر روز نمونه گیری کنید، هفتگی و یا ماهانه نمونه گیری بکنید؟ اندازه نمونه. در ابتدا باید بررسی بکنیم که رنج تغییرات اون پارامتری که برای ما مهم هستش چقدره. مثلا وزن قطعات تولیدی از 1 کیلوگرم تا 10 کیلوگرم تغییر میکنه. یا اینکه رنج تغییرات مثلا از 1 کیلوگرم و 10 گرم تا 1 کیلوگرم و 50 گرم هستش. اگر رنج تغییرات ما زیاد باشه، باید یک نمونه کوچیک انتخاب بکنیم تا بتونیم تغییرات رو تشخیص بدیم. ولی اگر رنج تغییرات ما کم باشه، باید نمونه ما بزرگ باشه تا تغییرات به خوبی نشون داده بشه. در حالت کلی، ما اگه در زمانهای کم نمونه های کوچیکی تهیه بکنیم، بهتر از اینه که نمونه ما خیلی بزرگ باشه، ولی در فواصل طولانی نمونه گیری بکنیم. اندازه و دفعات نمونه گیری هم باید به صورت انتخاب بشه که از لحاظ اقتصادی توجیه داشته باشه. روش‌های آماری کنترل کیفیت. روش‌های کنترل کیفیت میتونه قبل از تولید و یا در حین تولید انجام بشه. روش‌هایی که در حین تولید انجام میشه شامل 7 روش هستش که اصطلاحاً به اونها استاتستیکال پروسس کنترل یا SPC میگن. یک سری روش و یا کارها هم هست که میتونیم اونها رو قبل از فرایند تولید انجام بدیم. مثلا روش های طراحی آزمایش، یعنی اینکه مثلا اگر ما پارامترهای مؤثر در کیفیت نهایی قطعمون تعداد زیادی هست، آیا نیاز به بررسی همه اونها در کل رنج تغییرات داریم یا نوع بررسی ما باید متفاوت باشه؟ این کار توسط روش های طراحی آزمایش، مثلا تاگوچی یا روش فول فاکتوریال یا روش های دیگه انجام میشه. یک حالت کنترلی دیگه ای هم وجود داره که صرفا تعیین میکنه قطعه تولید شده قابل قبول هست یا خیر و کیفیت قطعه رو مورد ارزیابی قرار نمیده. روش‌های 7 گانه کنترل آماری فرایند یا SPC. بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده، این روش‌ها تا 95% از مشکلات تولید رو رفع می‌کنند. این روش‌ها شامل موارد زیر هستند: برگه کنترل، نمودار تمرکز نقص‌ها، هیستوگرام، نمودار پارتو، نمودار تحلیل علت و معلول، نمودار پراکندگی و در نهایت نمودار کنترل. برگه کنترل.
این روش برای جمع و ثبت داده‌ها و تحلیل اونها استفاده میشه. در این برگه تمامی اطلاعات کالا ثبت میشه. همچنین اطلاعات مربوط به بازرسی قطعات نیز وجود داره. با توجه به نوع اطلاعات، برگه داده‌ها انواع مختلفی دارند که شامل برگه کنترل توزیع فرایند تولید، برگه کنترل قطعات معیوب، برگه کنترلی که به علت و جزئیات عیب میپردازه و در نهایت برگه کنترلی که به بازرسی و اطلاعات اون اشاره داره. نمونه ای از این برگه کنترل رو شما توی تصویر ملاحظه می‌فرمایید که اومده پارامترهای مختلف یک قطعه رو مورد ارزیابی قرار داده. نمودار تمرکز نقص‌ها. وقتی یک قطعه بازرسی میشه و دارای عیوبی هستش، برای جلوگیری از دوباره کاری و آسون بودن ارزیابی باید به نحوی موقعیت عیب ثبت بشه. بهترین کار این هستش که موقعیت عیب بر روی نقشه شماتیک خود قطعه ثبت بشه. برای دسته‌بندی و شناسایی بهتر به هر نوع عیب یک رنگ یا مشخصه اختصاص میده. این روش در صنایع مختلفی از جمله آبکاری و رنگکاری، ماشینکاری، مونتاژ و غیر مورد استفاده هستش. نمونه ای از این نمودار رو در تصویر ملاحظه میکنید که در خصوص یک قطعه ریختگری شده اومده جاهایی که به فرض مثلا عیب زیادی قابل ملاحظه است رو نمایش داده شده. همونطور که تو تصویر ملاحظه میکنید در این نواحی عیوب بیشتر هستند و علامت زده شده تا مورد بررسی های بعدی قرار بگیره. نمودار هیستوگرام یا بافت نگار. در این نمودار توزیع تعداد و فراوانی داده ها با استفاده از بارها یا مستدیل های نمایش داده میشه. از طریق این نمودار میتونیم بفهمیم داده های ما تمرکزشون کجاست. مثلا در این شکل همطور که ملاحظه میکنید بیشترین تمرکز و تجمع داده ها در محدوده هولوش 74000 هستش. همطور که ملاحظه میکنید در شکل. از این نمودار میتونیم بفهمیم که داده ها یک نواخت توزیع شدن یا خیر و رنج تغییرات ما چقدر هستش. فراوانی داده ها در نمودار میتونه به صورت واقعی یا مطلق باشه، یعنی این مقادیری که شما اینجا ملاحظه